ادامه 15 دقیقه سلامتی صبح و زندگی از شبکه جهانی آریانا و طور زنده بیننده هستین. بس معلوماتی بسیار جالب بود در مورد میگرین و یا هم سردردی گاه اوقات افراد که نصف سرشان بیشتر مساب میشن و شکایت میکنن از اینکه خیلی دردهای شدید را تجربه میکنن و ممکن است که گاه اوقات به بعض دلبدی ها و یا هم استفراغات هم در حالات شدید دچار شوند. اما خوب است که همین لحظه هم صحبت های خود را آغاز بکنیم دو دکتر صاحب محترم سید آقا هاشمی متخصص امراض گوشکلو و بینی که با ما هستند و در مورد مگرین بر ما معلومات بیشتر تقدیم میکنند خب دکتر صاحب خوب است که ابتدا در مورد مگرین بر ما بگویین که بیشتر مردم به نام نیمسری مشناسن چگونه یک مریضی است مگرین بعد از سردردی های تنشی شایدترین ترین نو در, در تمام جامعه بشری هست قرار سایه دبلی یا سازمان سی جهان در 324 میلیون اشخاص از این و سردرد رنج میبرد این سردردی زیادتر منشأ جنیتیکی دارد که دا میتونه که در اوائل نوجوانی کودکی و در سنهای متوسط آغاز شود حملات آنها در هر عمر فرق میکند شدت آنها فرق میکند این سردرده ها زیادتر با دو نوع تقسیم شده است که در هر نوع ها خصوصیات آنها فرق می کند سردردی های کلاسیک هست یا نیمسری کلاسیک و نیم سردردی های غیر کلاسیک هست در سردردی های کلاسیک آنها به طور عموم شخص در یک طرف سردرد دارد و همیشه سردرد آنها در قسمت خلف آنها هم انتشار می کند این نوع سردردی ها می تواند که از چند ساعت تا 24 ساعت ادامه پیدا کند اما قبل از عمله سردرد مریضان دوچار مشکلی بینایی می شود همراه مشکلات سردرد مریضان دلبدی و استفراقات شدید بعض وقت همراه می باشد سردردی های میگرینی کلاسیک همچنان در مریضان که برایشان سردرد پیدا می شود اقلا 24 یا 48 ساعت قبل از حمله سردرد در خلق آنها تغییر واقع می شود بله تغییر میکنند تغییر می شود یا بعضی بدون یک کدام موجب خوشحال می باشند در رژیم غذایی آنها تغییر واقع می شود همیشه مریضا بعضی وقت یک غذا را خوشش میاد از یک غذا بعدش یان میاد چندین پاجا میکشند موقعی اینا سردردی را تجربه میکنند و یا هم احتمالا 24 تا 48 ساعت بعد میگرن یا سردردی برشان ایجاد شود باز ای فرد در رژیم غذایی خود یعنی غذاهایی که دوست داره سرش بد میخوره و خوش نداره زوست. استفاده بکنم به است <تصفح> بله بله در رژیم غذایی ها تغییر واقع میشن قبلا کدام رژیم غذایی را استفاده <تصفح> میکرد چون در حالتی که برایشان حمله میگرین دو روز بعد پیدا می شود چون از بعضی غذاها بدشان میاد از بعضی غذاها خوششان میاد زمین خاطر میگیم که در رژیم غذایی ها تغییر واقع میشود شود همچنان این مریضها بعد از پاجه های پای میکشن آروق میکشن وقت نوادر سردردی های غیر کلاسیک میگرین بازی حالتی وجود ندارن سردردی های اینها به طور شدید آغاز می شود می تواند که در 300 اشخاص سردردی های میگرینی غیر کلاسیک دو طرفه باشند و با دلبدی و استفراق بسیار خفیف همراه می باشند بله. اما در این سردردی های میگرینی غیر کلاسیک قبل از حمله شروع سردرد میگرینی برایشان تغییرات بینایی دیده نمی شود بله پس دقیقا نوامل مختلف وجود داره که سبب میشه یک فرد به مگرین و یا هم نیمسری مصاب شو و اعراض علائم مشخص خود را داره که یک فرد کلان با خبر میسازه که اگر اینی تغییرات در وجود یک فرد به وجود میاد احتمالاً که حمله اول و یا دوم مگرین را تجربه بکنه و اگر نگفته هم نمونه که دکتر صاحب محترم یک تحقیق بسیار خوب را انجام دادن در مورد مگرین و یا سردردی که موضوع امروز ما است و این تحقیق هم در کتاب خودشان تعلیف کردن تمام جزئیاتش را نوشته کردن و گفتین دکتر صاحب تحقیق بالای چند فرد انجام دادین؟ تحقیق از سال 1393 تا 1396 بر هزار مریضی سردرد انجام دادیم خیلی خوب آ... که در این تحقیق ما علت های مختلف را برای انواع سردرده ها دریافت نمودیم در سردرده های اولیه علت های مختلفی وجود دارد در سردرده های ثانویه علت های دیگری باز موجود هستند در افغانستان کدام سبب هایی که سردرده ها سبب سردردهای های اولیه می گردد در با ممالک خارجی در تفاوت است بله در اقتصادیان ها در تفاوت هستند در عوامل آنها متفاوت هستند پس همین قسم که عواملش مختلف هست خواستم که مشخصا این تحقیق را در افغانستان در کشور خود ما انجام بدیم چون که اکثرا تداوی های هم که صورت می گیره دکتر صایبا به اساس مو که در کشورهای خارجی تحقیق شده و نتیجه به دست آوردن به اساس از مو تداوت حالا صحبت های خود را با دکتر صایب ادامه می تیم در مورد میگرین و یا هم نیمسری و لحظات پیش هم در مورد نشانه هایش صحبت کردن که یک فرد که ممکن است به میگرین مصاب شود چه نشانه هایی ممکن است در وجودش دیده شود حالا خوب از دکتر سب در مورد رده های سنی بگوین که بیشتر میگرین ممکن است که در اونها ایجاد شود در کدام سن سال بیشتر دیده میشه؟ شود میگرین قبلا گفتیم که منشای جنیتیکی دارد در اکثر پامیل ها ارسی می باشند و <متصفح> میتونند از دوران کودکی، نوجوانی و در عمرهای متوسط به وجود بیاید اما عمری که در آنها از حمله های سردردی میگرینی شدت پیدا میکند و بین 20 تا 35 سالگی هستند به این معنا که سردردی میگرینی میتوند در هر عمر به وجود بیاید بسیار خوب دکتر صاحب پس چی بهتر است که ما در مورد راه های پیشگیری مگرین یا نیمسری معلومات داشته باشیم اکثر هموطنان هم کسایی که این مشکل را به ویژه دارن مطمئن هستم که همین لحظه منتظر هستن تا تو توصیه شما را بشنوند که اگر یک فرد مساب به مگرین می و یا هم نیمسریش به صورت ژنتیکی به بر ارث می رسیده باشه راه های پیشگیری در زمینه وجود داره یا خیر بале در بارаи وقایهи سаردрدиهایи مگرینӣ بسیار ادویه های زیادی وجود دارد راه های زیادی وجود دارد که یک شخص مبتلا به سردرد میگرینی هست چه قسم او شخص را وقایه نماییم وقتی یک شخص مبتلا به سردرد میگرینی باشند برای اینها توصیه ها این است که در یک محیط آرام بشینند محیطی که بدون سر و صدا باشند زیادتر اینها میتونند سر خود را با یک دستمال بسته کنند و یا در یک خانه که خو میکند یک تا سر خود که از بالای سر خود بانند این در سردردی های میگرینی در حملات ها بسیار کمک میکنند در پیشگیری آنها بعد ادویه های هم وجود دارد ادویه های زیادی وجود دارد که ما در پیشگیری یا وقایع سردردی های میگرین توصیه میکنیم و بسیار خوب نتیجه میدهند در ادویه هایشون چون اگر بگیم چون بعضی مریض ها باز میتونند سر به صورت خود سر استفاده استفاده, از که استفاده کنن کدام که از نمیگیم خب از غذاهایی که اینها استفاده میکنن کدام غذاهایی که اینها را حملات ها را شدت میبخشن اینها باید از اونها استفاده نکنن در هر نوع از سردرد میگرینی در هر شخص رژیم غذایی ها فرق میکنه کدام غذا سبب تشدید حملات سردرد اینها میشد از اونها استفاده نکنن در حالات میگیرین وقتی که شخص مبتلا به سردرد میگیرین باشد کدام غذاها سردرد آنها را اضافه میکنند اما سردرد های که توسط استفاده غذا کم میشود زیادتر ها گفتن که سیب بخورن سبب سردرد میگیرین کم میکنند انگور استفاده کنند و در این که شخص مبتلا به سردرد میگیرینی است از نان خشک استفاده نشون بح. چرا نان خشک یک ماده ای دارن که سبب تجدید سردردی می خب نباشد در برای تداوی سردرد میگرینی تا حال تداوی که سردرد میگرینی مکملا از بین وجود ندارد قطعی نیست قطعی وجود بح. ندارد ما میتونیم که حملات شدت و اوقات حملات سردرد میگرینی را کم کنیم کاهش بدهیم اما تداوی آنها نظر به حالتی که مریض مراجعه می فرق می کند مریض در حالت هاد مراجعه می کند که در تداوی آنها سه مرحله وجود دارد ملد مودریت و سیویر وقتی در حالت ملد یا خفیف اعراض داشته باشد تداوی آنها با مودریت فرق می کند وقتی که مریض در حالت مودریت یا متوسط حملات آنها متوسط باشد مراجعه کند با سیویر آنها فرق می کند اما به طور جمعی میتونن گفته ای اشخاصی که سردرد میگرینی دارند قبل از اینکه به دکتر مراجعه میکنند یک دوای ضد درد به طور مثال نفروکسین سودیم میتونن که استدباب آنها را داشته باشند استفاده کنند تا که به دکتر مراجعه کنند تعداد حملات آنها و شدت حمله آنها را کم میکند و ادوی های زیادی وجود دارند که میتونن در تداوی سردردی میگرین ما از اینها استفاده میکنیم هدف این تداویان این است که ما شدت حملات و اوقات آنها را کم میکنیم اما با طور قطعی این را از بین بردن نمیتونیم چرا که زیاتر منشه جنیتیکی دارد تا علت دقیقا ها هم معلوم نیست که چی سبب سبب سردردی میگیری نشده است تشکر دکتر در آخرام هم میخوایم که بسیار کوتاه پیامتان داشته باشم به مردم عزیز ما و بخصوص او در از عزیزای ما که همیشه از دواهای خود سرانه استفاده میکنن و اگر اوقات سردردی بسیار کم هم که بشان ایجاد میشن میرن از دواخانه ها تاريخ چر ساز د واستفاده میکنند کسونه کی س بدون تجویز نوخصه داکتر دوار استفاده میکنه باید ازی قطعا پرهیز کنه هیڅ وخت دوارا بدون توصیه داکتر مصرف نه نماید چې را аваریزي جدي را بعض وخت به با برمی‌آورد پیام هم اشخاصی که مبتلا به سردرد سردردی ها هستند باید که در مراجعه با دکترها محتاط باشد به با این معنا که به او دکتری که در برای سردردی ها معلومات کافی داشته باشند یا در برای آنها تخصص داشته باشند مراجعه کند نه که وقتی که یک مریض در یک پامیل توسط یک دکتر تداوی می شود و از تمام پامیل آنها به دکتر مراجعه می کند چون یک دکتر نمی که در تمام ابعاد معلومات کافی داشته باشد و هر مرض را به طور دقیق و درست تداوی نماید یک جان تشکر دکتر صاحب محترم از حضورتان در بخش 15 دقیقه سلامتی صبح و زندگی از اینکه توصیه بسیار خوب بر ما و بیننده عزیز در رابطه به میگرن یا نیم سری داشتید تشکر وقت خوش داشته